چند روز پیش رسانه ها درباره بایچو می گرفتن پوره به مبلغ 150 هزار سومانی یا قریب 15 هزار دلار به دست افتادن پلکوونیک نادر مرادزاده، سردار ریاست اگنتی نظارت دولتی مواد نشه آور تاجیکستان در ولایت ختلان خبر دادند. بنابر اطلاع دریافتی پایگاه خبری بامداد، نادر لیلو مرادزاده از یک اولاد پرنفوذ از دهه پوشنگ نویه دنگره معروف به اولاد حاجی لیلو بوده، یک برادرش در گذشته کارمند بلندپایه اگنتی مبارزه با کروپسیا بابخان مرادوف بوده، برادر دیگرش جنرال مایور شیرعلی لیلو مرادزاده قبلا معاون اول سردار بازرسی دولتی اوتومبیلی و چند سال اخیر سردار مؤسسه نقلیات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان است. پلکوونیک نادر مرادزاده شب جمعه 2 فوریه سال 2023 همراه 4 زیردشتش هنگام از برادر یک نفر متهم به قاچاق مواد مخدر گرفتن 150 هزار سومان پوره در شهر دوشنبه از جانب کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان دستگیر شدند. به گفته منابع بامداد پلکوونیک مرادزاده را مخصوصا شب جمعه دستگیر کردند تا که خیش و تبار و حامیان پرنفوذش در روزهای استراحت برای خلاصی او کار کردن نتوانند و تغه و واسطه های دیگر خود را به کار انداختن نتوانند. بنابر اطلاع دریافتی با این وجود بعد دستگیر شدن پلکوونیک مرادزاده چند نفری به قبل خودشان حل کننده و پیش نزدیکان او در نویه دنگره آمده پیشنهاد کردند که می توانند در عوض 500 هزار یعنی نیم میلیون دلار قضیه او را بدون کشادن پرونده در جایش حل و او را آزاد کنند، ولی نزدیکان پلکوونیک دستگیر شده گفتند که چنین مبلغ در دست ندارند و بگذار طبق قانون جواب بگوید. این حرف مرادزاده ها اساس نیز داشت، چون که نادر مرادزاده که قبلا در خدمات گمرک و اگنتی مبارزه با کروپسیا در ریاست های مبارزه کنترباند کار کرده بعدا سردار شعبه ملیسیای شهر سربند شد، این منصب خود را در پی یک مراجعت مربوط به دست درازی به یک دختر از دست داد و خویشاوندان اون وقت او را به زور از جوابگری جنایی خلاص کردند. بعد اون ماجرا نادر مرادزاده بیش از 2 سال بیکار مانده بود و تازه اخیرا با مساعدت برخی نفران بلند پایه سردار ریاست مبارزه با مواد مخدر ولایت ختلان تعیین شده بود. خانواده مرادزاده ها یک خانواده پرنفوذ در دهه پوشنگ نویه دنگره به شمار رفته، از این اویله یک جنرال و دو پلکوونیک برخواستند. بابخان مرادوف سالها سردار ریاست نقلیات در اگنتی مبارزه با کروپسیا بود و بعد بازنشسته شدنش به تجارت رو آورد. او در دوشنبه چند نقطه فروش مواد سوخت داشته، در زادگاهشان دهه پوشنگ همراه برادران خود خواجگی دهقانی با نام حاجی لیلو تأسیس دادند. سال 2019 پرزیدنت تاجیکستان امومالی رحمون نیز ضمن سفر کاریش به نویه دنگره از این خواجگی دهقانی بازدید کرده بود. اما البته نفر اعظم بلندپایه‌ای که از این اویله برخواسته است جنرال مایور مرادزاده شیرخان لیلو، سردار مؤسسه نقلیات یا گاراژ وزارت کارهای داخلی تاجیکستان است. یادآور میشویم نادر مرادزاده سردار ریاست نظارت دولتی مواد نشه آور در ختلان روز 2 فوریه امرو با 4 زیردستش از جانب کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی بازدو شدند. مقامات رسما حادثه را شرح نمیدهند، ولی به گفته همصحبتان رادیوی آزادی پلکوونیک مرادزاده در تغییر پرونده یک قاچاقبر و گرفتن پوره در حجم بیش از 150 هزار سومانی عیبدار می شود. او بر اساس ماده 247 قسم 4 کدکس جنایتی یعنی قلابی به مقدار مخصوصا کلان عیبدار می شود. حالا نادر مرادزاده در بازداشتگاه کمیته امنیت ملی در دوشنبه نگهداری می شود. عیبی که نسبت به او اعلام شده است از 94 هزار سومانی تا بیش از 140 هزار سومانی جریمه و یا از 8 تا 12 سال زندان را پیش بینی می کند. معمولا در تاجیکستان اکثر منصبداران بازداشت شده با سپردن جریمه از جوابگری رها می شوند.